بعد از مدت ها، مدت ها که دارم میگم، بعد از یه هفته است دارم صبونم تو اتاق خودم میخورم. روزا صبونم میبردم سر کار همونجا میخوردم، ولی امروز شنگ آروم آروم یک ساعت و نیم صبونم رو لف بدم، نه یک ساعت و نیم، ولی خب بارمش. امروز کارهای عقب افتاده من انجام میدم، بعد یه ساعت دیگه میرم باشگاه تمرینم میکنم. ساعت 6 یه تبلیغات دارم با توچال. اینجا یه جا هست به اسم توچال، چیزای ترش داره، چیزای ترش خفن داره، اصلا یه چیزیه ببینید همینجور آب دهنتون میره، بعد فقط ببینید بهتون نشون میدم. لباسم خیلی دوست دارم، اینو ست با آرا و یاس گرفته بودیم، شما رفته بودیم یادش بخیر، خیلی وقت بود نپوشیده بودم، بعد الان یادی کردم از اون موقع پوشیدمش. خیلی خوبه. از کی بود داشتم تو خونه میچرخیدم، نمیرفتم باشگاه، خیلی کار داشتم، چون کارو انجام میدادم. اصلا یادم رفت که دانشگاه باشگاهش تایمش برای تابستون رو فرق میکنه و شنبه یک شنبه 4 بعد از ظهر میبنده. دیگه به درس گفتم که بیاد اونجا در کد برام باز کنه، بیام اونجا تمرین کنم. یه بکن بایسپس نایس زدم. الان دارم میام خونه که سریع آماده بشم. میخوایم بریم توچال. توچال. یه آرایش خیلی ملایم کردم و واو. یه چیزایی دارم یاد میگیرم، مثل اینکه فقط یه کوچولو زیر چشم کرم زدم، ابروام مرتب کردم و برق لب یه کوچولو ریمل زدم. البته نور خیلی خوبم در نظر بگیرید. نظرت؟ نظرم مثبت. نظرم خیلی مثبت. فقط فشار. نه. اسمم دارم خون میخورم قشنگ. خون تازه. آسمونی بود امروز واقعا هوای آفتابی داشت. برو دوستم آلاله بهم زنگ زد گفت بیا پیشم، دارم همینجوری میرم پیشش همینطوری خیلی راحت. Let's go. او ماشین. سلام. سلام علیکم. شما چطوری؟ خدا خدا خدا. رفتم شو آلاله که 2 ساعتی اونجا بودم تقریبا. نشستیم حرف زدیم. اصلا از این صحبت‌های دخترونه که میشینیم قشنگ با هم اختلاط میکنیم. اصلا that's so nice. خیلی حال میده واقعا، خیلی راحت و آسودت میکنه و خیلی میام خوشحالم، میام همیشه خیلی شکرگزارم که دوستایی به این خوبی دارم و منم تمام سعیم میکنم که همونقدر که اونا برای من دوستای خوبی هستن منم برشون دوستای خوبی باشم، همین دیگه. ساعت 12:30 میگن این تایم وقتی دیر میشه نباید اینجا همجور به پلکی، ولی خب خوبیش اینه که من خیلی دور نیستم به مثلا فضای دانشگاه، واسه همین that's okay. مراقبم. برم خونه دیگه بخوابم. به به چه صبح زیباییه. امروز از صبح نشستم پای ادیت، چون قرار بود دیشب ادیت کنم و ادیتمو تموم کنم که امروز ویدیو بذارم، ولی نشد چون دیشب رفتم پیش دوستم. از صبح بلند شدم ادیت کردم، ولی هنوز ویدیو تموم نشد واسه همین برای امروز نمیتونم ویدیو داشته باشم. من کلا سعی میکنم هفته 3 تا ویدیو رو داشته باشم، یه روز در میون نمیتونم والا همیشه حفظ کنم، ولی خب هفته 3 تا ویدیو رو فعلا دارم پیش میبرم که ولاگای قدیمی رو سریع بذارم، جدیدا رو بذارم. برنامه امروز اینه که آره کارای یوتیوب اینا پیش ببرم با اینستا و بعد قراره با همکارام با ترینرهای دیگه سرگاه قراره بریم گلف. من تا حالا گلف بازی نکردم. I have no idea about golf. قراره بخندیم دیگه. هرچی هم شده با من بلد نیستم. اونم گفتم ما هم بازی نکردیم، ما هم بلد نیستیم. با خودم چی فکر کردید گفتید بریم گلف؟ گفتم اوکی حله میریم امتحان میکنیم میخندیم. همچنان دارم ادیت میکنم. خب من مرغمو گذاشتم تو ایر فرایر.
برای اولین بار تو زندگی اینه تو دستگاه من نیست برای رهایه در آبر رها نیستش برای هانوه. من تا حالا از ایرکاری استفاده نکرده بودم، مثلا دستگاهی که همه ورزشکارا عاشقشن به خاطر اینکه لازم نیستش که 1 کیلو روغن بریزی تو غذا، خیلی هم خوشمزه میکنه، یعنی خیلی همه چیز اوکیه. و خیلی من از این تفکر بدم میاد که همه خیلی فکر میکنن که باید 1 کیلو روغن بریزی تو غذا تو خوشمزه بشه. چیزی که غذا رو خوشمزه میکنه نوع طبخ و ادویه هایی که ازش استفاده میکنیه و چیزهای دیگه که بهش میزنی، سبزیجات و بقیه مواد غذایی که استفاده میکنیه، نه روغن. نمیخوام روغن رو براتون ترسناک کنم، منظورم که روغن هم خوبه، بخواید بزنید ازتون هرچی میخواید بزنید بزنید، جاج نمیکنم، ولی دارم میگم که خوشمزگی غذا به چربیش نیست، اینو لطفا متوجه بشید. بعد این از این. آره خلاصه که الان من مرغم برای اولین بار گوشم تو ایرفرایر، بهش نظری ندارم که قراره چجوری بشه. همیشه نگران این بودم که تو ایرفرایر میذاریم خشک میشه، بد میشه. حالا میخوایم ببینیم که این کوچولو چیکار میکنه با مرغ ما. بندم برگردم سراغ ادیت کردن، میبینید چقدر خونه زیبا شده، تعمیر کردن مثلا یه چیز پرفکت شده، در عرض یه رو بیپ بیپ کرد، یعنی واقعا تمام شد. البته میدونم که کلا ایرفرایر یه رو طول میکشه، ولی بارم نمیشد. خیلی به این چیزایی که در مورد دستگاه میگن من اعتماد ندارم، ولی به نسبت پخته است، بوی خیلی خوبی هم میده. حقیقتا من خیلی بوی خوبی میده. واو، با اینکه اصلا مزدارش نکردم، هیچ کارش نکردم، ولی نه خامه هنوز، خامه هنوز خامه، درونش خیلی نپخته، توش قشنگ موقع زنده است، الان هنوز میتونه بیاد بیرون و برای من قدقد کنه. یکم وسطش رو چاک میدیم تا قاشق که هوا راحت تر رد و بدل شه و دوباره میذاریمش تو دستگاه. خوبه، بد نیست، امیدوارم که الان پخته باشه، اگرچه که باز هم دارم درونش رو بررسی میکنم خیلی پخته نیست. شاید اگه مرغ رو اسلایس اسلایس کنم بهتر باشه، نه اصلا نه، توش باز همچنان نپخته است. البته نه نه خوبه، یه روب اول گذاشتم، بعد بار دوم ترسیدم یه روب بذارم، خیلی شد بسوزه، سر 10 دقیقه درش رو باز کردم، فکر کنم دقیقا 2 تا یه روب براش خوبه. البته خیلی مرغ رو همینجوری میخورم، ولی من دوست دارم داخلشم کامل پخته باشه. داخلش کاملا پخته است، دارم سخت میگیرم بذاره، ولی نه یه 5 دقیقه دیگه. الان دیگه احساس میکنم کامل پخته، بذار امتحان کنیم ببینیم چه جوری است. واقعا خوشمزه است، ولی آره واقعا خشکه، ولی مرغم آب پس کنیم خالی خالی بدون آب خشکه به نسبت، اما با یه سس سبزیجات و اینا عالی میشه. خیلی راضیم، من دیگه با ایرفایر دوستم، دیگه قرار دهنج رو سرویس کنم. خیلی خوبه، مثل چیپس، وای چه خوشمزه، عاشق شدم. میخوام میل پرپ کنم برای هفتم، البته این به هفته نمیکشه، این غذای 2 روز منه، البته باید چیزای دیگه هم درست کنم که متنوع بشه. کاری که میخوام بکنم این که چند تا برش بدم تو مرغ، چند تا چاک بدم، فکر کنم تو ایرفایر دیگه راحت تر بپزه، طوری که شاید دیگه مثلا لازم نداشته باشم که دوبار بخوام بذارم. مثلا همین دارم میبرمش مرغو، قشنگ چند تا چاک میدم بینش و بعد میذارم تو دستگاه. دارم ولاگای نزدیک 2 ماه و نیم پیش ادیت میکنم، میدونم واقعا سخته درکم کنید، یه سری واقعا درکم میکنن که چقدر ادیت کردن طول میکشه و دارم تمام سعی میکنم تون تون ادیت کنم، ولی یه سری ها اینجوری انگار مثلا چطور بگم، انگار یه وظیفه ابلیگیشن هستش که حتما من باید ویدیو رو سر موقع تحویلتون بدم. این شکلی پرخاشگرانه تو کامنت ها که آره ویدیوهای قدیمی میذاری فلان فلان، یه جوری انگار مثلا میخوام بیان پشت گوشی بیان مثلا منو بزنن. خب اینجوری هم که من هیچ وظیفه ای ندارم، این کارو برای دل خودم انجام میدم چون علاقه دارم، تمام سعیم میکنم که زودتر بذارم و ویدیوهای قدیمی تموم بشه تا برسیم به ویدیوهای جدید، ولی کارهای دیگه هم دارم تو زندگی، اولویت های دیگه هم دارم تو زندگیم و نمیتونم بیش از اندازه بیش از حد توانم و خودم کار بکشم. anyway آقا یه چیز داریم میزنیم، پنیر کاتج با بلوبری و رزبری و شاتوت و فلان این حرفا، با نون مولتی گرین، یعنی نون غلات، غلات زیاد،
اما بخص مقلات به عنوان یک اسنک داریم میزنیم، چون میخوام برم ادیت هم تموم شده، میخوام چند حرکت شکم و عضلات میانی انجام بدم. من خیلی وقت شکم ندارم، اصلا من شکم رو کلن برنامه حذف کردم مدت هاست. نه خوبه که خیلی زیاد انجام بدی و نه خوبه که کلن بلش کنی. خوب نیستش که همش شکم بزنی، هر روز بزنی زیاد تو برنامه باشه، و هم خوب نیستش که کلن حذفش کنی. بعد سعی کنم تعادل رو ایجاد کنم، و از وقتی که کلا شکمم برنامه‌ام حذف کردم کلا دیگه تنبلی می‌کنم انجامش بدم. امروز که روز استراحتمه، هرگاهی که شکمم اونقدر انرژی نمیبره، اونقدرم اذیت نمی‌کنه، اون لحظه که انجامش میدید چرا شده احساس کنید که وای از همه حرکات سخت داره، ولی در مجموع میشه گفت به نسبت بقیه عضلات از همه کمتر انرژی میبره به نسبت. برای همین آره چند تا حرکت شکم، و لازم نیست برای مثلا تقویت عضلات شکمتون 900 تا حرکت بزنید، در مثل بقیه عضلات باشون رفتار کنید، در حد 2 تا حرکت هر کدوم 3-4 ست انجام بدید، و به مرور سنگین ترش بدید، مثلا به مرور وزنی اضافه کنید، یا مثلا حرکات پیشرفته تر انجام بدید که در طول زمان قوی تر بشه. میخوریم اینو بعد بریم اون انجام بدیم. ساعت 4 هم بچه‌ها قرار بیان دنبالم. اوه الان ساعت 2ه. دیم برام بده آقا. نه مثل که کلن یه روب کارش نیستش، ما آقا باید بذاریم نیم ساعت بمونه. آقا من اینجوری دوست دارم، واقعا این مرغ ایدئال منی که قشنگ برشتشه. یه مرحله قبل سوختن، من همیشه میگم غذا باید یه مرحله قبل سوختن باشه در اون حد. و در این مرحله ملینا مسخرش در میاره و دیگه هرچی دستش میاد تو ایفرایر میذاره. اینا مرغایی هستش که میل پرپ کردم. سر گوشت بپزم، یکم ماهی بپزم، سبزیجات، و بعدش هم کربوهیدراتم کوسکوس باشه، برنج باشه، نون، پاستا ندارم، زمینی هم ندارم، و برای هفته بعدی بگیرم، و البته به همراه پروتئین گیاهی یعنی حبوبات. من با اینکه زیاد از گوشت خوشم نمیاد ولی خیلی خوب شده. خیلی لذیذه. کفن برید حقیقتا، حقیقتا کفن برید. ایرفایر دوست جدید من. حالا میخوردم، ساعت 3:48 دقیقه است، و کوشال بهم گفتش که 4 دم در باش. چرا من اینجوری هم؟ چرا تایم منیجمنت من اینجوریه؟ خدایا. من 5 دقیقه آماده شدم. باید واقعا جایزه آماده شدن در کمترین تایم ممکن رو بدن به من، واقعا باید بدم من، ولی اصلا کار درست نیستش که دقیقا انجام بشه. فقط من که داشتم سرچ میکردم تو اینترنت که لباس گلف، و بعد دیدم که مثلا تیشرت های سفید و دامنه سفید میپوشن، مثلا با کلاه سفید. من خود فقط تیشرت سفید داشتم با کلاه آبی روشن، دامن سفید نداشتم، مشکی پوشیدم، مثلا دامن مشکی پوشیدم. تیپمو دوست دارم، از گلف فقط تیپشو دارم، هیچی دیگه ندارم. بزنید بریم دیگه. کوشال بهم زنگ زد گفت ساعت 4:30 میاد. من اینجوری دم که الکی تو 5 دقیقه آماده شدم. لباسم در بیارم دوباره حاضر شیم. نه نه. زنگ بزنم مامانم یکم مامانم حرف بزنم تا قبل از اینکه برم تا اونو برسم. Say hi to the camera. Yo Kushal. Record of YouTube. Really? Yeah yeah. It's really important. Say something Kushal. Nothing to say. You say something. I'm camera shy. Really? Right? You too. Yeah. Yo, I asked a dealer. How you want to be a YouTuber? No, TikToker. TikToker? Yeah. The same. Doesn't matter. Professional. Professional. Hey, don't laugh, okay? Professional. That was pretty simple. Wait, we are woo. Yeah. Okay. Whee! Hard, bro. It's hard. I'm gonna post it to everybody. Where do you go? Wait, go again, bro. Go again, bro. Wow. That's weird, bro. Why? I can't see it. How people see like which ball is for them? Here, you go. It's recording. Oh, yo. At least, yeah, like that. Go get the ball. Just do not drop the stick. I can't. Someone teach me. I don't know how to teach. Oh,
That's good, that's good. Yeah. But try, hold it properly. Hold it properly. Go like this. Go like this. I cannot. Oh, you move it, move, get out of there, bro. What the? Go, go, just get going. Yeah, yeah. Bro, if she leaves the stick, yeah, just don't let go. Hey, there you go, it's perfect, far enough. Perfect, perfect. Bro, 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 bro. Whee! Bro, right here, right here. Go home, go home, go home. So it's up on that, right? Finally. It's not a golf. You fucked them up, bro. You guys need to teach me how to use this. Stop, you stupid! First, do you also ask or not? First one? Let's see, like, how. Anyone holds it different, like, it doesn't matter as long as. Oh, yeah, yeah. Like, ginger. You eat ginger by itself? I will solve it. Ew! What the fuck, RG? What happened? Are you serious? Wait, try this avocado. Try this avocado. Okay, this is good. I know this. This is good. No, it's try avocado. Try it. Avocado. And tears everywhere. My problem with miso soup is just, it's only water. I've just tried air fry. What? That. Lana Mero? Volcano. Oh, what? Volcano? Volcano. It's amazing. Try it. We're going to the batting cages next time. Huh? Good luck. Have you tried it before? The texture is kind of... How do you feel? Yes, horrible. How do you feel? Tears in his eyes. He wants to spit it out so bad. Just eat it. The wasabi, right? It's fun. Just chew it. It's good. Think about protein, think about your gains.